درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 213 اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی یا بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. خرد ترکیب دانش و هوش است. خردمندی آفریننده و هستی بخش است و بیخردی نابود کننده هر موجودی، حتی موجودی به نام نظام مقدس. در برنامه این هفته سخنان رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی به مناسبت تقدیم لایحه بودجه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در همین زمینه از برخی رویدادهایی که در کشور روی می دهد آگاه می شویم. روز شنبه هفته گذشته 19 آذر ماه رئیس جمهور منتخب آقای حسن روحانی تشریف بردن مجلس شورای اسلامی تا لایحه بودجه 97 رو تقدیم کنند. خداوند بزرگ را شاکرم که امسال که اولین بودجه دولت 12 و پنجمین بودجه از ابتدای دولت 11 هست، در موقع قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشه امروز. 38 سال بعد از برقراری نظام مقدس در کشور، وقتی یک کاری سر وقت و بر اساس قانون انجام بشه باید خدا رو شاکر بود. اینو رئیس جمهور نظام مقدس میگه، نه منتقدین غرض‌ورز. البته رئیس جمهور منتخب این تشکرشون از خدا بیشتر نوعی منت بر سر ملت بود، که یعنی ببینید تو این نظامی که هیچ کس کارشو سر وقت انجام نمیده، ما که دولت هستیم کارمون رو درست داریم انجام میدیم. بودجه امسال پایه اصلیش شفافیت است. ببخشید، مگه بودجه سالهای پیش بر چه پایه‌ای بوده؟ اون چه که در گذشته انجام میگرفت این بود، دستگاهی میآمد به ما میگفت سال گذشته من 1000 تومان گرفته بودم، از این 1000 تومان 990 تومان رو خرج کردم و حداقل 10% اضافه میخوام برای سال آینده، من 1100 تومان میخوام. البته حتما میدونین که رقم ها 1000 تومان و 990 تومان نیست، از چند ده میلیارد تومان شروع میشه و به چند هزار میلیارد تومان هم میرسه. منظور رئیس جمهور منتخب این بود که ریز حساب ها که اون بودجه رو کجا و چطور خرج میکردن ارائه نمیکردن، برای همین شفاف نبوده و سال بعد هم میمدن دو مرتبه بر اساس بودجه سال قبلتر هرچی بیشتر میتونستن بگیرن میگرفتن. اینجوری هر سال بودجه نویسی میشده در کشور. این بودجه رو دیرتر از موعد مقرر تحویل میدادن. این وضع دولت بوده، مجلس هم هر سال همین بودجه رو تایید میکرده میرفته دو سال بعد. و اون کسی که 1000 تومان بودجه داشت و صرف جویی کرده بود و 800 تومان خرج کرده بود، به مراتب کمتر در سال بعد دریافت میکرد. یک رقابتی بود برای هزینه کردن، به ویژه در ماهای آخر سال. در ماهای آخر سال هم نفکر کنین درست و سر جاش هزینه می کنن ها. نه خیر، از همین همایش ها و بزرگداشت ها و کنگره های علکی برگزار می کنن. امروز در 4 کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی نظریه هایی درباره شیوه های بومی سازی علوم انسانی اسلامی طرح شد. همایش بین المللی قرآن و علوم انسانی با معرفی و تجلیل از صاحب نظران برتر به کار خود پایان داد. بزرگداشتی برای چهره درخشان تفکر اسلامی در ایران معاصر. تهران میزبان اجلاس جهانی محبان اهل بیت علیهم السلام و مسئله تکفیری ها. اینا مربوط به همین یکی دو ماه گذشته بود. همین همایش ها و بزرگداشت ها هزینه هایی دارن که از محل همون بودجه تامین میشه، همون بودجه که همیشه کم بودش حس میشه در همه سازمان ها و ارگان ها. حالا الحمدلله بعد از 38 سال قراره اگر خدا بخواد و اهل بیت عنایت کنن بودجه امسال شفاف باشه و معلوم باشه این پولا قراره کجا هزینه میشه از اول. ما باید بر مبنای عمل کرد بودجه ریزی کنیم، بر مبنای هدف، بر مبنای نتیجه، نه بر مبنای هزینه پارسال. یعنی تا الان در کشور بر مبنای عمل کرد و هزینه و هدف بودجه ریزی نمیشده. در طول این قریب 40 سال
ما به طور پیوسته پیشرفت کردیم. باورتون نمیشه؟ به ادامه سخنان رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی توجه کنید. مشکل دیگر بودجه که من از شما نمایندگان محترم درخواست میکنم کمک کنیم، دست به دست هم بدیم و اون را حل کنیم. در طول سالهای گذشته ردیف اندر ردیف، هر کسی آمده یه ردیفی گرفته، بعد دو تا برادر بودن توی دستگاه آمدن دو تا ردیف کردن، بعد پسر عمو آمده چهار تا ردیف کرده، ردیف ردیف. کلن اینی که میگن ردیفه از همینجا آمده، این تو بودجه کشور ها اونجا تقسیم اراضی می‌شد از اول، قبل از اینکه پول بره تو حساب نهادهای سازمان مورد نظر، هر کی زورش می‌رسیده خودش رو همونجا نقدن ردیف می‌کرده، بعدن هم بقیه اونایی که زورشون به اون اول نمی‌رسیده تو خرج بودجه خودشون ردیف می‌کردن. و معلوم نیست این ردیف‌ها، این پول‌ها در اختیار کی قرار می‌گیره، کی نظارت می‌کنه، کجا مصرف میشه. پولای من و شما رو می‌فرماین ها، پولای بودجه که از درآمدهای کشور که متعلق به مردم کشور هست تأمین میشه اینجوری مصرف میشه. رئیس جمهور کشور میفرماین که معلوم نیست چی میشه این پولا، همینجوری ردیف به ردیفه. ردیف ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده و من خواهش میکنم به ما کمک کنید. حتما به شما مراجعه میکنن، حتما به شما فشار میارن. ما باید بتونیم بر این ردیف ها نظارت کنیم، این پول کجا میره، چه جوری مصرف میشه. یعنی مملکت یه جورایی با لات بازی داره اداره میشه، رئیس جمهور از پس زیردستای خودش بر نمیاد، منظورم نهادها و سازمانها و وزارتخونه های زیردست دولتی که قراره در ازای دریافت پول که همون بودجه باشه برای مردم کار انجام بدن، اینا به رئیسشون که رئیس جمهور باشه جواب پس نمیدن. رئیس جمهور بودجهشون رو کم کرده و داره به نمایندگان مجلس التماس میکنه که اگر اینا پیش شما اومدن یه معنویاتی به شما پیشنهاد دادن که به اون بنده بودجه گیر بدین، گوش ندین به حرفشون. این حکومتداری نظام مقدس بعد از 38 ساله. بودجه سال 97 بودجه است بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت. این کل بودجه سال 97. این نمای کلی از وضعیت کشوره، بیکاری گسترده، فقر فاحش و بی‌عدالتی غیر قابل انکار که دولت باید از محل درآمد ملت پول خرج کنه تا اینا رو برطرف کنه. 38 سال بعد از اجرای قوانین الهی در کشور. مسکن ملک مشکلش این نیست که پایش سفته یا شله، میخواد سفت باشه میخواد شل باشه، اون مسئله دومه. بله اون به جون مردم رب داره که در نظام مقدس هیچ وقت از دوم بالاتر نمیاد. مسکن ملک از چه پولی درست شد؟ اینه جواب بدید. این اوله در نظام مقدس. پول از چه پولی بود مسکن مهر؟ استقراض از بانک مرکزی، خطای بزرگ. ولی خب رئیس همون دولتی که این خطای بزرگ رو انجام داده همین الان به حکم آقای بزرگ در حال تشخیص مصلحت نظامه. از جیب مردم، مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چون پای پولی رفت بالا. 40% آنچه پول از اول تاریخ تا اون موقع به وجود آمده بود ایجاد شد، این شد تورم 45%. همین یه پروژه به اندازه یه جنگ به کشور آسیب رسونده. به نظر آقای رئیس جمهور، به نظر بنده نزدیکتر است. بگذریم. دلیل این که آقای روحانی حرفشون به مسکن مهر رسید اینه که خودشون یه طرح جایگزین میخوان بدن به مجلس. مسکن مهر ریشش غلط بود و نادرست. حالا من از کاری به مسکن مهر ندارم الان. بحث من الان اینه. یه روبه داره میزنه تو سر مسکن مهر. حالا میگه من کاری به مسکن مهر ندارم اصلا. انگار تو قهوه خونه داره سخنرانی میکنه. بحث
بحث من اینه ما باید مسکن مردم را به طور صحیح درست کنیم. یک. دو، ما نیاز به پول بانک مرکزی نداریم. آره دیگه، بانک مرکزی اصلا پول نداره که اینا بخوان بهش نیاز داشته باشن. اگر بانک مرکزی بتونه از چاله مؤسسات مالی سالم در بیاد، بعد باید چاه معوقات بانکی رو پر کنه. بعد از همه اینا باید تازه یه فکری به حال خندق اوراق قرضه بکنه. خلاصه برای مسکن مردم و کمک به مردم و اینا اصلا رو بانک مرکزی نمیشه حساب کرد. شما سرمایه دار رو میارید، زمین رو در اختیار او میگذارید، دو برابر مسکنی که در اون محله وجود داره او میسازه، مسکن صاحبان خانه را به اونها میده و در برابرش مسکنی که میمانه به عنوان هم سرمایه گذاری و هم سودش برداشت میکنه. بعد محله های شلوغ تهران و شهرهای بزرگ دیگه دو برابر شلوغ میشه. نیست همین الان زیر ساختاش خیلی تکمیله، خیابونا شلوغ نیست، مدرسه های صندلی خالی دارن، خونه های مردم اونجا خیلی بزرگه، باید از اینم شلوغ‌تر شه. نمیشه نظام کمک کنه مردم خونه های فرسودشون رو ترمیم کنن یا بازسازی کنن. اینو تازه اوغلای نظام نوشتن، جمع اصلاح طلبان و اعتدالیون. اگر یک کشوری در منطقه ما، در همسایگی ما هست که متاسفانه زیاد حرف میزنه و حرفهاش بی منطق هست، ما با اون کشور هم مشکل نداریم. بله، وسط ارائه لایحه بودجه 97 زدن این دفعه به صحرای عربستان. چی شد به اینجا رسید؟ آهان، داشتن میگفتن باید با دنیا رابطه سالم داشته باشیم تا اقتصادمون رشد کنه و اینا، که این دفعه یادشون افتاد با نصف بیشتر دنیا رابطه درست و درمون ندارن، حتی تو این منطقه خودمون. عربستان سعودی به عنوان کشور همسایه ما بمباران یمن را از فردا قطع کنه. شما مگه وکیل وسیع یمنید؟ اصلا برای چی رفتین اونجا یه قبیله رو مسلح کردین؟ از کی اجازه گرفتین؟ آوردین تو همین مجلس که مثلا نمایندگان مردم هم به رأی بذارین؟ اونجا چه خطری وجود داشت که کشور رو تهدید میکرد؟ هر جا هم میرین همینجوری میرین دیگه، نمیتونین با بقیه مردم و بقیه آدم ها بسازین، که حتما باید مطیع و بیچون و چرای شما باشن همه، وگرنه با لاتبازی و اسلحه کشی زورکی میخواین مسلط بشین. اینم نتیجهش، بفرمایین تحویل بگیرین. مدرک بردن تو سازمان ملل که ثابت کنن شما یعنی جمهوری اسلامی دارین امنیت جهان رو تهدید میکنید. اگر ایران وارد جنگ بشه نظام جمهوری اسلامی مسئوله. این که سر تواضع در برابر اسرائیل فرود آورده از این حالت رکوع خارج بشه، مستقیم بیسته، اتکاش به ملت خودش و ملت منطقه باشه. شما چیکار به کار رابطه عربستان با کشورهای دیگه دارین؟ این اسمش دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه است. جمهوری اسلامی در 38 سال گذشته کاری کرده که کشورهای اسلامی به اسرائیل پناه ببرند. ما دو تا قطع از عربستان میخواییم، قطع دوستی غلط با صهیونیسم، قطع بمباران غیر انسانی در یمن. ما دیگه با عربستان مشکل نداریم، با عربستان میتونیم روابطمون رو برقرار کنیم، میتونیم روابط خوب داشته باشیم. البته به دلیل اعدام یکی از شهروندانشون در عربستان، شما در تهران سفارتشون رو آتیش زدین و در مشهد هم به کنسولگریشون حمله کردین. بنابراین اگر واقعا آقای روحانی دچار سوء تفاهم هستین، بدانید که عربستان با شما مشکل داره. ما به دنیا اعلام میکنیم روابط ما با دنیا طبق عهد ما هست، ما پیمان شکن نیستیم. ابدا. از مردم ایران پول میگیرن سود بهشون بدن، بعد دو سال سود قبلی ها رو کم میکنن، اصل پول رو بدون بهره میدن، بعدم میگن تقصیر خودتون بوده، طمع کردین، چرا اونجا پول گذاشتین؟ این فقط یه اشانتیونی از وفای به عهد در نظام مقدسه. از این طرف میرن با آمریکایی‌ها دست میدن، از اون طرف فستیوال حکومتی مرگ بر آمریکا تو کشور برگزار میکنن و نظر ایران. البته
خلاصه آقای روحانی وسط نطق سالیانه برای بودجه زدن به صحرای عربستان و بعدش هم چند دقیقه روزه برجام خوندن تا دوباره برگشتن به اصل موضوع. موضوع دوم مسئله رفع فقر. این بودجه برای رفع فقره. به به به، از ثمرات نظام مقدس بعد از 38 سال، بودجه رفع فقر. همه ما میدانیم اقشاری در این کشور ما شرایط زندگی خوبی ندارند. شما میدونید که ما نسبت به گروه هایی که مورد حمایت قرار میگیرند، مثل اونهایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، پرداختی امسال در 96 به اونها بیش از 3 برابر سال گذشته است. میخواییم بدونین اون پرداختی چقدر بوده که اینا 3 برابرش کردن؟ بر اساس قانون مستمری که کمیته امداد باید به خانواده های نیازمند بده 40% حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده سالانه است، یعنی چیزی حدود 280,000 تومان. اما ظاهرا مبلغی که میگیرن خیلی کمتر از این رقم است. حقوقش خیلی کمه، مثلا در حدی که مثلا 80 تومان برای 5 نفر آدم میدن. واسه بودجه مجلس که ما با سازمان مدیریت توافق میرسیم، یک حداقل و حداکثری رو برای خانواده‌های تحت پوشی نهادهای حمایتی می‌بندن که از 53,000 تومان برای 1 نفره هست تا 5 نفر به بالا 100,000 تومان هست. این گزارش مربوط به 2 سال پیش میشه، یعنی الان که اینا مثلا 3 برابرش کردن، 300,000 تومان به یک خانواده بالای 5 نفر میدن، یعنی زیر $100 در ماه به یه خانواده بالای 5 نفر. تازه اونم درست نمیدن، بعد رئیسو با دوربین صدا و سیما ببرن اونجا رسیدگی کنه. 5 نفر باید 100 تومن باشه، همین الان میریم پیگیری میکنیم. بله، ایشون که رفتن دوباره 20% از اون پوله زیر این میز پیزا گم میشه. تقصیر میزاشه، باور بفرمایید. به هر حال خواستم شما هم از حد و اندازه کمک هزینه بخشاره کم درآمد در نظام مقدس با خبر بشین. تازه برای همین پرداخت هم مردم باید نماز جمعه برن، همیشه به حکومت ابراز ارادت داشته باشن، مذهبی باشن، اگه لازم شد بچه‌شون رو بفرستن سوریه و اینا. در سال آینده باید حداقل زندگی مردم و استاندارد حداقل رو تعیین کنیم. این چیزی است که ما در سال 97 اعلام خواهیم کرد. من نمیفهمم واقعا اینا چی کار میکردن در 38 سال گذشته؟ چطور هنوز همچین استانداردی در کشور نیست؟ این نشان از میزان اهمیت مردم نزد نظام مقدسه. یک استانداردی رو ما تعریف خواهیم کرد برای حداقل زندگی و اعلام میکنیم هر کس در کشور زندگیش، درآمدش از این حداقل کمتره بیاد ثبت نام کنه. هر کس در کشور زندگیش پایین تر از این استاندارد هست میتونه بره در یک سازمان حمایتی ثبت نام بکنه. یعنی مردم رسماً باید ثبت نام کنن فقیرن، اعلام باید بکنن به حکومت، چون هیچ امیدی به این حکومت نیست که برای مردم کار با حقوق مناسب فراهم کنه. جمهوری اسلامی ایران با ذخایر اثبات شده گاز 34 تریلیون متر مکعب، بزرگترین ذخایر شناخته شده گاز جهان رو داره و از این حیث در رده اول هست. اما به دلیل نفرت پراکنی جمهوری اسلامی در جهان، سهم ایران از صادرات گاز در جهان از رده 5-6 هم پایین تره. قطر از ما بیشتر گاز صادر میکنه، اونم از منبع مشترک. همین شعارهای مرگبر و پرچم آتیش زدن ها یعنی نفرت پراکنی برادران ارزشی. تازه اون بخشی از گازم که به فروش میرسه پولش یا تبدیل میشه به منار طلا در اماکن مذهبی کشور دیگه، یا تبدیل میشه به سلاح برای ادامه نفرت پراکنی در خارج از مرزهای کشور. بخش بزرگی از این ذخایر گازی هم در بخاری‌های غیر استاندارد در داخل مرزهای کشور دود میشه میره هوا. و از همه بدتر، در کنار سهم اندک ما از بازارهای جهانی گاز، در حال حاضر روزانه حدود 40 میلیون متر مکعب، یعنی تقریبا به اندازه صادرات کل کشور، گاز در هوا میسوزه و فلر میشه. بله بله، ما رکورد زدیم. خلاصه در نظام مقدس موشک بالستیک میسازن،
هسته اتم رو میشکافن، اما 38 سال جلوی سوختن گاز فلر رو نمیگیرن، حتی فکری هم بالش نمی کنن. برگردیم به فقر در بودجه سال 97. در بخش یارانه همه ما معتقدیم که اونایی که نیازمندن باید به یارانه برسن و اونایی که نیازمند نیستن نباید به یارانه برسن. حالا از کجا بفهمیم کیا نیازمندن؟ آهان، همونایی که رفتن ثبت نام کردن فقیرن. پس اون استاندارد هم برای این منظور داره تعریف میشه، برای اینکه دولت بتونه یه تیکه گنده از یارانه‌ای که به مردم میداده رو دیگه نده، نه اینکه به اون یکی‌ها بیشتر بده، نه این تو تر نیومده، فقط به یه سری از اونایی که قبلا میداده دیگه نمیخواد بده. همین، اون از بازسازی بافتای فرسوده، اینم از طرح کمک به اقشار کم درآمد جامعه و یارانه. نمایندگان محترم، خواهران، برادران، من از شما میپرسم امروز یک مشکل ما در عدم رونق اقتصادی چیه؟ سپاهه. نه، فساده. یا اصلا فساد سپاهه. مشکل ما اینه، طرح‌های فراوانی نیمه کار باقی مونده، رها شده. یعنی چی؟ مگه دارین درس‌های خارج از فقه میدین؟ ناسلامتی رئیس جمهور مملکتین، حقوقدانین، یه دکترا از یه دانشگاه اسکاتلندی داریم با اینکه انگلیسی بلد نیستین. مثل بقیه رئیس جمهورای باسواد دنیا تشریف بیارین مجلس، برنامه‌تون رو دقیق و شفاف بیان کنین، می‌خواین چیکار کنین؟ چرا اینقدر چونه میزنین؟ منطق برهان میچینین؟ یعنی بخشی از سرمایه کشور رو بردیم قفل کردیم. آفرین. حالا چقدر قفل کردین؟ شما در هر پروژه کلنگ زدید، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد خرج کردید، نیمه کاره رها شده، اونم که مونده با باد و باران و طوفان از بین داره میره. شاهکارهای نظام مقدس، البته از جیب مردم ایران. 6000 طرح نیمه تمام ملی و 65000 طرح استانی نیمه تمام ما داریم. پس بفرمایید جمهوری اسلامی در این 38 سال گذشته با یعنی هیچ کاری نکرده. 65000 به علاوه 6000 میشه 71000 طرح عمرانی نیمه تمام. اگه تو هر کدوم از این طرح‌های عمرانی 2 میلیارد تومان هم خوابیده باشه، نه 10 میلیارد، 2 میلیارد هم خوابیده باشه، میشه 142000 میلیارد تومان از سرمایه های مردم داره زیر باد و طوفان نابود میشه. ولی وقتی میخوان مناره طلا تو عراق بسازن به سرعت به اتمام میرسه. آزادراه تهران شمال قرار بود 5 ساله به بهره برداری کامل برسه، اما الان 21 سالش شده و هنوز تکمیل نشده. سال 75 مرحوم هاشمی رفسنجانی کلنگ این پروژه رو به زمین زد، اما پیشرفت این پروژه در دوره هاشمی در حد همون یک کلنگ باقی موند و کار به دولت‌های بعدی کشیده شد. این تازه سردار سازندگی نظام مقدس بود. اتفاقا همین آزادراه تهران شمال نماد کارکرد دولت‌های مختلف جمهوری اسلامیه. بعد از سردار سازندگی، سردار اصلاحات اداره امور کشور رو به دست گرفت. دی ماه 80 میری مجری طرح در دولت وقت گفت در صورت تامین اعتبار قطعه 1 این پروژه 2 سال دیگه یعنی 82 به بهره برداری میرسه، که نرسید. وعده بعدی رو وزیر راه و ترابری دولت 8 داد. خرم گفت قطعه 1 تا 3 سال دیگه آماده میشه، یعنی 84. از امروز ما عملیات 3 ساله اجرای 32 کیلومتر اول رو شروع کردیم که باز هم نشد. اینم از سردار اصلاحات که هنوزم از وقتا میاد یواشکی تکرار میکنه. حتی یه فاز از 4 فاز اتوبان تهران شمال در 8 سال دولت سید خندان تکمیل نشد. فروردین 86 این بار رحمتی وزیر راه و ترابری بود. قطعه اول تا 3 سال دیگه آماده میشه و قطعه 4 سال بعد یعنی 88. قسمت اولیش رو در نزدیک تهران از کند چینی ها دارن انجام میدن و 3 ساله هم باید تموم بکنن. اما تلسم تکمیل نشدن این پروژه باز هم ادامه داشت. تیر 88 این بار رئیس جمهور وقت شخصا از پروژه دیدن میکنه و قول ساخت این آزاد راه رو میده. همطور که آقای دکتر بهبهانی گفتن پایان سال 89 انشالله به بهره برداری میرسه، که باز هم نشد. بعد اون موقع اینا میگن ما به عهدمون وفاداریم، میخوان دنیا باور کنه.
خلاصه تا همین امسال که سال 96 باشه، بعد از 21 سال هنوز هم مسئولان نظام مقدس وعده 3 سال دیگر میدن که این پروژه تموم شه. چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمده بود و جامعه ما رو به هم ریخته بود، مردم رو مستعصل کرده بود، زندگی مردم رو دچار مشکل کرده بود. 6 تعاونی متخلف که 25% بازار پولی کشور در اختیار اینها بود. این بخش از سخنان رئیس جمهور منتخب در مورد نظام بانکی و پولی کشور بود. 6 تعاونی متخلف که احتمالاً همون مؤسسات مالی باشن و پولای مردم رو گرفتن خوردن، 25% سرمایه کشور یعنی پولهای مردم رو در اختیار گرفته بودن. چیکار میکردن؟ 25% بازار پولی در اختیار این 6 دستگاه متخلف بود. نه تنها راجع به سود تسهیلات هر روز اراده میکردن و تصمیم میگرفتن و به هم میریختن، هر روز اراده میکردن بازار عرضه به هم میزدن، بازار سکه رو به هم میزدن، بازار املاک رو، هر جوری میخواستن. بعد اون موقع فکر میکنن ژنشون خوبه که پولدار شدن. اما همینه که در این سطح به منافع ملی مردم ایران آسیب رسوندن، به غیر از اینکه مستقیما بخشی از پولهای مردم رو خوردن و پس ندادن، با ایجاد تورم در کشور سرمایه های مردم هم کم ارزش کردن، به مردم معرفی نمیشن. استمداد از مقام معظم رهبری که من خدمت ایشون در آخر دولت 11 به طور مفصل صحبت کردم که ما دچار چه معضل بزرگ هستیم و 3-4 میلیون نفر تمام زندگیشون داره تلف میشه. یه سری صندوق تعاونی، مؤسسه مالی یا هر چی اومدن پول مردم رو خوردن، مقام معظم اینجا چه نقشی داره؟ اگه واقعا راست میگین، خودتون در این کار شریک نیستین به نوعی، گردانندگان و ذینفعان این مؤسسات رو به مردم معرفی کنید. او چقدر سخت بود با این صندوق ها برخورد کردن. اگر خدا کمک نمی کرد، اینا رفته بودن همه جا را دیده بودن، همه جا به ما فشار می آوردن، از تمام ارگان ها به من نامه می نوشتن آقا این آدم به این خوبی این همه خدمت کرده چه کارش دارید؟ بساطیه ها، مملکت مگه قانون نداره؟ مگه نیروی امنیتی نداره؟ نمیتونن از پس 4 تا آدم فاسد بر بیان بگیرنشون؟ فقط بلدن بچه هایی که موزیک ویدیو میسازن و شو مدلینگ برگزار میکنن و برن شناسایی کنن؟ نمایندگان محترم، وضع گرد و غبار و ریزگرد، هوای آلوده، خاک آلوده، مشکل آب، وضع تالاب ها، وضع دریاچه ها، مشکل پسمانده ها، معضل بزرگی را در کشور ما به وجود آورده. البته بی توجهی به اینا، یعنی محیط زیست و ریزگردها و آلودگی هوا و پسمانده ها در طی 38 سال گذشته معضل بزرگی در کشور به وجود آورده. این آقایی هم که الان پشت تریبون مجلس دارن این حرفا رو میزنن، خودشون در تمام این 38 سال مسئول بودن توی کشور. ما در برابر توطئه قدرت‌های بزرگ و آمریکا و استکبار و توطئه‌های صهیونیسم نه ساکت بودیم، نه ساکت هستیم، نه خواهیم ماند. انتظار حداقلی ملت‌های مسلمان در مقابل این گستاخی آمریکا این است که روابط سیاسی با این کشور را تعلیق نمایند تا آقای ترامپ درد رفتار تحقیرآمیز نسبت به مسلمانان رو درک کند. این آقایون که مملکتی که دستشون دادن رو به این روز انداختن، اینجوری اداره کردن کشور رو، دولت‌های دیگر رو نصیحت میکنن که اونا چیکار کنن. برای آمریکا شاخشون نمیکشن. اینا که 71,000 پروژه نیمه کاره دارن. این قطعاً بلوفه، این قطعاً خالی بندی است. کمک رسانی به اپوزیت را فراموش نکنید. هدف این بوده و هست که 1,000 نفر از شما بینندگان یوتیوبی اپوزیت که خارج از ایران زندگی میکنید و توان مالی هم دارین، سالانه $100 به اپوزیت کمک مالی برسانید.
راه های کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده، حساب پیپل، آدرس پستی، حساب بانکی، از هر طریق راحت ترید. اگر حساب پیپل ندارین به وبسایت اپوزیت تشریف ببرین upozit.com و اونجا روی آیکون دونیت کلیک کنین، بعد میتونید با کردیت کارت کمک کنین. با سپاس ویژه از همه شمایی که تا این حد به اپوزیت بها دادین و بهش کمک رسوندین و سبب امتداد این برنامه شدین. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدن جدن کوشا باشید. به صفحات اجتماعی برنامه سر بزنید. تلگرام و یوتیوب جاهایی که هر یک شنبه کل برنامه آپلود میشه اونجا. لینک یوتیوب در صفحه فیسبوک به اشتراک گذاشته میشه. توییتر هم جایی هستش که من بیشتر وقتم اونجا میگذرونم. اگر حساب توییتر ندارین حتما این حساب باز کنین. بهترین شبکه اجتماعی که میتونین اخبار روز را دریافت کنین همین توییتر هست. با تشکر از همه شما همراهان. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کنه.